سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو مامچی کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک اکشن ویدیو دیگه. سروش هیچکس که این روزا به شدت پرکاره کار دیگه منتشر کرده به اسم اینکه رو جنازت میرخصم. به اسم اینکه غلطه، به اسم رو جنازت میرخصم. میخوایم با هم بریم گوش کنیم ببینیم چه جوری هست. اما قبل از سر سیاتی باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. خب روی جنازت میرخصم همچین کاوری داره که یک کیسه زباله است که خوب قشنگ خوشگل گره زده شده. به نظر میاد شاید همون جنازه است که روش رقصیدن یا میخواد برقصه یا هر چیزی، و پشتش و کلن فضا هم خیلی گوگولی مگولی و مهد کودکی و شاد و این حرف هاست. این کرکترهایی که توش اصلا یه بازی بود، فهم کنم اون کرکترهای اون بازی هن رو گوشی، شاید خیلی هاتون بازی کرده بوده باشید، اسمش رو یادم نی، بچه بودیم بازی میکردیم، اینه خیلی شبیه اینه، یه جوری زرد بود، هی گنده میشد و اینا. خلاصه بریم ببینیم چه جوری هست. کلام که هیچ کسه، اما هیچ کس دیگری اسمش نیومده اینجا به عنوان حالا آهنگساز یا هر چیز دیگه ای. شیمتون بالا 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 تر عالی میشه، ماشین پر میاد خالی میری جانی دیگه ساقی کی، ماشین پر میاد خالی، همه تون میکشیم بالا 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 تر عالی میشه، بالا چوبه دار دیگه، ماشین پر میاد خالی میره، چیکارتون کردیم ها؟ بالا تر عالی میشه، ماشین پر میاد خالی میری جانی دیگه ساقی کی، همه چی که داره قاطی میشه، قشبامون داره خالی میشه، جنازه بو قاضی میده بلی بلی، میزنیم با زمین یکی بشی جای لاستیکاروت، بری بری به درک میمیری، زر تو جعب تلی بری نمیدون. چقدر خشنه هیچی از جدیدن، سر تو جعبه و جای لاستیکاروت میمیری. البته همه این چیزه که داره اشاره میکنه اتفاقاتیه که اونا رقم زدن، یعنی جمهوری اسلامی و به هر حال کسایی که حالا باش کار میکردن و اینها، مزدورها به نوعی انجام دادن اینو دیگه. مثلا تو 88 با ماشین رو مردم معترض رد می‌شدن، فیلماش هست دیدیم که ماشینای گشت ارشاد و ماشینای پلیس رد می‌شدن، به اینا اشاره داره، بالا می‌کشیمتون این همه معترض رو اعدام کردن اینا. یه جورایی داره میگه کارمایم دیگه، همون بلاها رو سر خودتون میاریم. بری بری به درک میمیری، زر تو جعب تلی بری نمیدونی جای ما رو، می‌کشیم زامنا رو، می‌زنیم رو زمین قاسم ما رو، آماده ایم می‌چکونیم ماشارو میزنیم زمین قاسما رو، نظری کتلت داریم میزنیم رو زمین قاسما رو، آماده ایم میچکونیم ماشارو، روی جنازت میرقصم حالا حالا، میزنیم و میری سر بالا، به این کار میریم همه بالا، روی جنازت میرقصم حالا حالا، میزنیم و میری سر بالا، به این کار میریم همه بالا. محتوایی که داره، خب بعد از داستان هلیکوپتر و اینها اتفاق افتاد که خیلی از مردم شاد بودن و فیلم ها رو میدیدیم میرقصیدن و این حرفا، کانسپت اونه دیگه که اصلا برای این داستان چیز شده، بیایم با هم برقصیم، این داستان اتفاق افتاد و بالاخره یکیشون رفت، یعنی داریم نزدیک میشیم. حالا حالا میزنیم و میره سر بالا، پی کار میریم همه بالا، شله 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 شله، آغازاده شده خود خودت، کسته تو کجه مجه، زمین های شهر پر سوسه، داره آتیش بگیره حوزه موزه، انگاه همه کنکوری رشته تناب ملت تو رو دوره کنه، مال مای شب کنکوری همه رشته تناب ملت تو رو دوره کنه. خب اینجا کلمه بازی های معروف هیچکسه تو این مدل، حالا اشاره به رشته کنکور و رشته تناب که این رشته تناب دورت میاد و این حرفا. یه جا هم گفت زمین پر سوسه، کتلت و گوجه موجه، زمین پر سوسه، سوسه اینجا منظور خونه دیگه، وقتی طرف میتره که میشه کتلت، اون سوسم خونه اون طرفه. انگاه همه کنکوری رشته تناب ملت تو رو دوره کنه، مال مای شب لگت بیزنیم باشه درا، زیره میزنیم که بری هوا، چشات سیاه میرن، چش پوشی کن لباس عزا، میبینی دیر نیست ببین چی شد، دوره کنه مال مای شب لگت بیزنیم باشه درا، زیره میزنیم که بری هوا، چشات سیاهی میرن، چش پوشی کن لباس عزا، میبینی چشات سیاهی میرن، چش پوشی کن روز عزا، فکر کنم بذار بار دیگه گوش کنم،
زنیم که بری هوا چشات سیاه میرن، چشم پوشی کن لباس عزا، چشم پوشی کن لباس عزا. اینجا هم دوباره کلمه بازیه دیگه، چشات سیاهی میرن، چشم پوشی کن لباس عزا. خب چشم پوشی کردن کنایه از اینه که خب بی خیال مثلا نبینی اتفاقی که افتاده، به رو خودت نیار، میدونی همچین حالتی. ولی خب باش بازی کرد اینجوری که چشم پوشی کن لباس عزا، چش سیاهی میرن، متوجهی؟ میبینی تیر نیست ببینی، میریم و تیغ میغ میگیریم، میکنیم تیز نیز میشینیم، میکنیم ریز ریز میمیریم، روی جنازت میرقصم، حالا حالا میزنیم و میری سر بالا، به این کار میریم همه بالا، روی جنازت میرقصم، حالا حالا میزنیم و میری سر بالا، همه بالا. آهنگ 6 و 8 که ریتم 6 و 8 باشه از سوریش خب شنیده بودیم قبلا، ولی اینکه رقصی اینجوری حالت خاله توری بازی، این اولین باره. چقدر سر حالم از من تک، شما همه با هم کته تا چقدر تر تازن، جمع ما جمع همه پاین، صف بیکنیم تنوارم، رفیقاتم همه پک پارن، فواره کر رگ پارت، برو خونمونه نشی پاچم، میکنیم فواره کرد رگت، برو خونت خونه نشه پر و پاچت، فواره کر رگ پارت، برو خونمونه نشی پاچم، میکنیم شب و صفا، میگیرین شبا عزا، بریز سر تو بلا ملا، بدنا میشه از سر و سوا، دو موا چی عدا مدا، مپا مپا ساز فتا مدا، باجا ماجا ناجا ماجا بسیجی و برادرا میرن همه هوا، روی جنازت می پیام اومد میرقصم، حالا حالا میزنیم و میری سر بالا، به این کار میریم همه بالا، روی جنازت میرقصم، حالا میزنیم و میری سر بالا، پی کار میریم همه بالا، روی جنازت میرقصم، حالا حالا میزنیم و میری سر بالا، پی کار نمیتونم نخندم، میریم همه بالا، روی جنازت میرقصم، حالا حالا میزنیم و میری سر بالا، پی کار میریم همه بالا، روی جنازت، روی جنازت میرقصم، روی جنازت، روی جنازت، روی جنازت خب شنیدیم با هم روی جنازت میرقصم و از سروش هیچکس، پدر رپ فارسی. آهنگ یه جوری بود که اگه سروش سیدی ادعا میکرد اینو من نوشتم من خوندم باورم میشد، یعنی نمیدونم، سروش هیچکس جدیدن خیلی تونتون داره آهنگ میده و خب چیزی که ما از سروش عادت داشتیم این بود که درست بود دیر به دیر آهنگ میداد، اما بار به بار آهنگا شاهکار بود، پر آرای ادبی، جملات سنگین، رپ خوشگل و موهای تن آدم سیخ میشد بار به بارش، همیشه از آلبوم مجاز بگیر تا حالا بقیه ترکاش. حالا شاید بعضی وقتا مثلا مشکلایی میگفتیم آقا این آهنگسازیش میتونه بهتر باشه، فضا سازیش اینا، اما همیشه لیریکا شاهکار بود. الان لیریکایی که داریم میبینیم در حد سروش هیچکس نیست بعضیا، بعضی ترک ها، و نمیدونم حالا اینکه تون تون میخواد آهنگ بده این اتفاق میفته، سرسری میگیره، نمیدونم، حس میکنم بعضی وقتا آرتیستا یادشون میره کیان، میدونی اون، نمیدونم، اون سروش هیچکسه، میدونی سروش هیچکسه، شاید حالا این آهنگو هر کسی دیگه میخونه اصلا گفتیم واه، ولی لیریکه اوکی بوده، ولی نسبت به سروش هیچکس نه. و چیزی که هست درک میکنم چرا سروش هیچکس داره این آهنگو میده، فازشو درک میکنم و متوجه این داستان هستم که میخواد اینو گرم نگه داره، این حس مردمو نشون بده، بروز بده اتفاقاتی که داره میفته و اون سایدی که ذهنای سمت هیچکس هستانه میخواد نشون بده که کم هم نیستن، زیادن، شاید اکثریت ایران باشه الان و اینو میخواد نشون بده. اما اینکه کار اینجوری در میاد و نمیدونم، اسم میکنم این تجدید نظری توش باید سروش هیچکس بکنه، به نظر من یکی از ضعیفترین خروجی های سروش هیچکس بود، میدونی. و یه نکته که خیلی عجیبه الان به ذهنم زد، من هیچ وقت فکر نمیکردم شاپور و سروش هیچکس جفتشون یه آهنگی بدن که کانسپتی و ایدهی خیلی شبیه همه، اما شاپور بهتر باشه. خب کانسپت کاری که سیاسی باشه ولی
با فاز خنده و شادی و هایپ که باشم بشه برقصه رو ما دیده بودیم از شاپور. ترکی بود به اسم امسال میده کشته نظام اگه اشتباه نکنم، و اون به مراتب خیلی بهتر از این ترک بود، از لحاظ فلوش بگیر تا حتی کورسش، کورس خیلی تو مغز میموند و قشنگ، خیلی حتی آهنگسازی و همه چی یه لول بالاتر از این ترک بود. و نمیدونم بعضی وقتا آرتیستات چیکار کنم با خودشون، یعنی میفهمم اینکه باید آهنگ رو بدی و فلان و اینا، اما اینکه نمیدونم در نیومده بود، به نظرم در نیومده بود و یکی از معدود ترک های سوریش چکست بود که خیلی لذت نبردم. خلاصه این بود از این، و شنیدیم با هم ترک روی جنازت میرخصم که اشاره داره به داستانهای اخیر و داستان مرگ رئیسی و اتفاقی که خب خیلی شاد بودم، ولی یه چیزی من خودم نمیفهمم داستانو، چون با مرگ یکی دو تا سه تا حالا میفهمم وقتی که تو یه شخصی بهت ظلم کرده از این که کارماشو پس میده خب خوشحال میشه، اون حس انتقامه ارضا میشه، میگه او شده و اینا، ولی تا زمانی که ایران درست نشده به نظر من هیچ شادی نداره، میدونی؟ چون ما یه کشوری داریم که از هر لحاظی بخوای حساب کنی پتانسیلی جزء تاپ 5 کشورهای دنیاست، از لحاظ منابع طبیعی بگیر، از لحاظ طبیعت و اون خوشگلیش، از لحاظ آثار تاریخی، از لحاظ تاریخ، جایگاه جغرافیایی و اینها، همه چیش همه جوره باید اون بالا بالاها باشه. اینکه با همچین کشوری تو همچین چیزی بسازی که اقتصادش الان یکی از بدترین اقتصادهای دنیا باشه، پولش یکی از بدترین پولای دنیا باشه، تو تحریم، هیچی الان تو ایران تو نمیتونی بهش بنازی، و اینکه چجوری بعضیا دارن مینازن و نمیدونم، یعنی دارید حال میکنید اونایی که طرفدار این نظامن که ببین ما با این همه پتانسیل ریدیم، ما چقدر یعنی ببین خیلی باید تو قدرت حماقت و خریت داشته باشی، بی سوادی داشته باشی که با همچین طلایی جایگاهت این باشه، یعنی اصلا باید نخبه باشی تو ریدن، یعنی یه جوری باید برینی که اصلا چی جوری اصلا تو کتم نمیره که تو چی جوری با این همه منابع نفتی، منابع گازی، منابع مس و و و و و و و و, و, و همچین اقتصادی ساختی، مگه میشه اصلا؟ میدونی اصلا دلتون به چی خوشه؟ میدونی اینا نمیفهمم، و اونایی که حتی طرفداری اینا رو میکنن که بدتر، و تا زمانی که ایران حالش اینجوریه، یعنی شرایط عوض نشده، من اصلا هر اتفاقی هم بیفته اون خوشحالی به من آنچنان دست نمیده، چون همچنان ایران اینه، حالا یکیشون کم شد، ده تاشون کم شد، صد تاشون کم شدن، میدونی این نمیفهمم اصلا اینو الان که اصلا مثلا خب حالا یکیشون رفت مثلا، خب میدونی چی الان ایران هنو همونه، حالا یکی دیگه میاد جای این بازم همونه، شرایط همینه، و نمیفهمم واقعا اینو نمیفهمم، این همه نخبه همه بعد تو کشورهای دیگه باشن، وقتی ما نخبه کاراتمون تو بانوان الان داره برای بلغارستان فایت میکنه، اون یکی برای یه کشور دیگه داره فایت میکنه، نخبه شطرنجمون همینطور و و و هزار تا نخبه، کسی که جینیسن اینا همه این ور اون ورن، میدونی چی الان نمیفهمم اصلا این شادیه رو، میگیری چی میگم؟ حالا شادم نمیدونم، حرفم به دل همه خوش نیاد، ولی میگم تو زمانی که واقعا این طلایی به اسم ایران وضعش اینه، مثل مریضی میمونه که رو تخت بیمارستانه، یا زندانی میمونه که تو زندانه، حالا یکی از این زندانبانا مرد، این همچنان آزاد نشده، همچنان رو تخت پا نشده، حالش بده میدونی، و اینها. البته که خب لازم هست که آدم یکم هم میدونی حالا شادی کنه توی شرایط مختلف، سروش چکست هم باز برای اینکه حالا بخواد حالو خوب کنه و اینا، از این کانسپت رفته تو اون داستان. این از این، خلاصه این بود از این نظری که من داشتم، برای اولین باری که آهنگو گوش دادم اینجوری بود، خیلی حال نکردم، لذت نبردم از آهنگ، گرچه که میفهمم وقتی این حسا رو داریم ممکنه با آهنگ حال بکنیم، ولی آهنگ لحاظی کیفی با حال نبود، شاید به دل بشینه چون حس مشترک زیاده، چون حرف خیلی هاست،
اینها به دل میشینه و شاید اونا با نظر من حال نکنن، اما کاره علاوه بر کیفی در نیومده بود به نظر من. این از این، دمتون گرم است که تو این از ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون. دوباره اینجوری کردم، بعد یه بار میگم سی یو سون.